هموطنان عزیز، به خصوص گیلانیان عزیز و لایجانیان عزیز، شکر میکنم خداوند که یک برنامه دیگر در خدمت شما و در حضور شما هستم از تلویزیون شادی. خدا را شکر. برنامه را با دعای آغاز میکنم، بعد میریم به کلگپ. خداوند شکرگزار و سپاسگزارتم برای همه نعمتهایی که به ما میدی خداوند. شکر و سپاس با نام قدوس دی خداوند. خداوند از زندگی ما برای جلال نامت استفاده بکن، از زبان ما که هر چیز میاد بیرون خداوند از حکمت تو باشه و خداوند از کنترل روی خداوند باشه. خداوند شکرگزارتم که دست مبارکت روی تک تک زندگی های ما هست و به خصوص بر روی ایرانی ها و ایران عزیز ما. ای خداوند این برنامه رو خداوندا توی هدایت بکن، توی حمایت بکن و از زبانم خداوندا نام خودت رو جلال بده. شکرت میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب برادرای عزیز خاقورون چطورین؟ امیدوارم که برف سنگینی بوم. خیلی الانم که برفان آب و خیلی خوشحالم که شما همه الان در زمستون دور هم نیشتین، به شیمه با تخمه خورده دارین، ندونم چی کردین، ندونم مدونم برای که ایلایجونه میوه زیاد خونن، تخمه و بادوم و همه شبای زمستون دور هم نشینن. امیدوارم که همیشه دلایتون گرم ببون، با آرامش خداوند دور هم بنشین و زندگی لذت ببرین. حقیقتا یک جا دیروزی سوم یه نفر عزیز که بچهش مریض بود در بیمارستونی سه، بعد از مو بپرسه که الان میزک بیمارسون ایسا میزک شیش ماه دنیا با ما، قصی نو ماه دنیا با شیش ماه دنیا با ما، ندانم چی بکنم. اید در صورت که آدم همیشه خب یه چیزی پیش ندیم یه ناراحته، ندانه چی باید بکنه، سرگردونه. ولی در بیمارسون ایسا یه را امریکا مجوری نیه که تا قبول نکنه. بیمارسون میم وقتی شنی هر مریضی بداری اول تا نگونه پول مهدی بدن به تبورم بخوسنم، ایتو نیه. ولی ایرانی که بعضی جای ایرانی طوره، وقتی مریض بینی دیرون گونه تا ما پول انده تا حساب نکن نیش مریض رو قبول نکنم، پذیرش اصلا قبول نکنه تا. ولی ایره امریکایی تو نیه، چی تو پول بداری چی تو پول نداری، بیمارسون شنی وظیفه شون اینه که تا چی بکنن، سری برن مداوا بکنن، دکتران انن، اورژانس انن، همه چی انه، ماشین همینه و صداتی دنبال امبولانس هنه اوینه تا بینه. ولی ایران عزیز ما ایتون نیه. الان ایران ما تا مریض که بدبخت پول نداره بایزی وار بکیه بمیره. ولی کلن امریکا ایتون نیه خدا رو شکر، اروپا هم ایتون نیه تا جایی که مدونم، برای که تو اروپا هم زندگی بودم یه دو سالی. ای پسر خیلی ناراحت بود که این زک شش ماه دنیا با ما مریض بود، بعد عکس من نشون بده بدیم کلی سیم و فلان این قلب سر، چون زگ نارس دی با ما تا خوبابون خیلی. آخرین عکس من نشون بده بودم خانیمو دعا بکنم روی عکس، بودم آره خیلی ممنونم. تلفن ایتیم عکس سر دست بنام، بودم تونم متحد بود با مو دست بنی رو دستمو بدم و دعا بکنیم. به نام عیسی مسیح دعا بودیم، بودیم خداوند ای زگ تو خودت عده هدیه ده ایشون، خودت هم به سلامت نگه دار، شفای تو جاری بکن. بعد از خدا رو شکر به نام عیسی مسیح خداوند شکر گزارشم، ما وسیله شیم، فقط ما وسیله شیم. دو ساعت بعد این زنگ بزه که تمام اون سیمون باز آگودنه، فقط یه سیم به این قلب و با این مغز وصله، از اگ الان غذا این بدن بیت بهتر آبا با ما زود ما خبر بده که شب و راری الان ما زنگ بزه که ایتو ایتو با بودم. خدا رو شکر، بس ما تشکر کنیم از عیسی مسیح که شفا بده. خیلی تشکر بوده. بعد خانم بودم با خانومت بگو وقتی خدا شفا دینه بشو به همه بگو، اعلام بکن که خدا چی کاری انجام بده تیبه،
چون خدا وقتی چیز شفا دینه دیتا از تو هنگینه بس که اون حفظ کنه برای تو، چون خون عیسی مسیح روش بپوشونیم. برحال با ما فردایش بدیم، ناراحت بودم. چرا ناراحتی بود؟ آره یه الان همه کار بودن، منتها یک دقیقه ایمارای خم بگیرم اونم چی بده بنم چی. گفتم مگه دیروز تو دعا نودیم که خوبا با تو دو سال بعد زنگ بدی؟ گفتم آره. گفتم خب این شک دی چیزه، تو چرا شک و ترسی دلت به ما وقتی خدا به تو مو شفا بدم بده تمنا و دیدم شفا وقتی حیت از خداوند ترسی در قلب ما نکه خداوند شفا بده تمنا و بوده او رسوگونی مو چرا شک بودم. همیشه این سونون شک و ترس در دل جوان نه، بخصوص ما ایرانیان که از یک باور یعنیم که همیشه ترس و شک بیش از حد امیمین وجود دانه. یه لحظه بوده آره خوب کاری بودم، مو ببخش ما بودم، ما نگو ببخش، بگو خدا، بگو خدایا تو ما ببخش که دعا بودم دیروز خوب بود ولی امروز اینطوره. منظورم این که ما شکایمون رو باعث از بین ببریم، این ترسای ما رو از دل ما بکنیم ببریم بیرون. وقتی الان شما فکر بکنین یک آدمی در ایران، همه ای ما گناهکاریم، هیچ کس نه من نیه بگم مو آقا ایره اصلا آری از گناهم، هیچ گناهی ندم، هر کس هم گناه خوشه گناه، چون آدم هوا وقتی به ما روی زمین گناهم وارد بوده داره با او خوردن میوهش، مثل که گرس نبود ندونم ولی با خوردن اون میوه گناه رو وارد بوده. همه ای ما وقتی بچه به دنیا نه با او گناه نه، مگه بچه شما ید دینین بچه یک سال دو سالش نه مثلا یه چیزی بگینه بعد بگینه اون جا دینه غیما کنه، خب شما مگه اون ید دینین بچه دو ساله که این ید ندینین که تو الان درو بگه اینو گونی تو این ویتی ای اساس ویتی گونی نه مو وینتم نه درو گوته درتا خود دروغ بهش یاد بدهین نه، بس از اول این دروغ اصلا ده وارد بو شیطان آدم اوا گول بزه به این دروغ وارد تمام انسانان بو. به هر حال دیروز خیلی جالبی بود که خانومش بود، ما هم با ما یه ساختمان رو بین شما مثلا بین ما چی کرده نی دیروز به ما بود بنای شاپور رو بگوی بیمه و دعا بکنه، اونم از زمینه دین دیگره. بودم چرا نه، می وظیفه اینه که بم تی دعا بکنم، بم هم اینه دعا بودم اینه بودم ایمان بدر که خداوند دعای تو رو اجابت کن، اصلا ناراحتی هیچی نباش، فقط قلب تو به عیسی مسیح دی، قلب تو باز کن بگو خداوند امو ایمان دنم که این بچه تو ما هدیه دی، به ایمان دنم که خودت هم حفظ کنی، وقتی به نام تو دعا بودم ایمان دنم که شفا را حیتم. خیلی ها ما مثلا در ایرانی سعی میکنیم که بابا مگه بنده مثلا من الان خیلی گناهکارم، خیلی مردم اذیت بودم، فلان بودم، همه ای ما ای توبه، منم گناهکار بوم، مگه مو گناهکار نه، مگه او کسایی که همه ای مردم هستن گناهکار نه، ولی عیسی مسیح بوشو روی صلیب خون خودشو بریخته که گناه من و تو با مردم جهان پاک کنه. فقط ایمان کنه که قبول بکنیم عیسی خداونده، فقط ایمون کنه که این شک و ترس از خودمون ببریم بیرون. وقتی هم دعا کنیم به نام عیسی مسیح، وقتی شفا هگینیم همیشه بودنین که شفا هایتین، دو دلی شیطونه که ابین ترس تی بده میگون نه بابا شفاعت پیدا ندی یا علیکی الان فرده شک تی ابین او معلوم نیه امرو علاقانه یک دنه دی عکس دیگه بگیری امارای دیگه امکن دنه خوبه، نه وقتی بسپردی به خداوند با محکم بیس بودن که خداوند تا نجات دینه تمام گناه. الان بدترین گناهکار در ایران با همین الان قلبش باز کنه به عیسی مسیح ایمان بره، عیسی مسیح اونو قبول کنه. خداوند اصلا عیسی مسیح بود مو بمامه برای گناهکاران، مو بمامه برای مریضون، مو که نمامه برای او سالیان، مو که نمامه اوشانی که به خدا خیلی وابستن، خدا خدا کنن، گناه ترسنن، گناه بکنن، گناه نکنن. بوتو مو برای اوشان نمه، مو برای تمام مریضون بمم، اوشانی که مریضن، اوشانی که گناهکارن، مو بخاطر اوشان بمم که حرف بزنم، جان خودم آمدیم، خونم خودم بریزم تا ایشان از گناه پاک بمون. مو یک روز خیلی ناراحت بودم به عیسی مسیح ایمان بردم، ولی باز مثلا اوایل بود ندونستم که چطوری با عیسی رفتار بکنه وقتی به مسیح دنی، وقتی مسیح تا قبول کنه
بایسی هر کاری که قبلا گوتی باید اون کنار بنی، او چیزی که کتاب مقدس دوونه و خونی طبق کتاب مقدس را بشی، نه خشک مقدس ببیه، نه مذهبی ببی. این مسیحی نمینم ایسان مذهبی که گونه آو ما اصلا الان این کار بکنم خدا ما، نه ایتون نیه، ایتون نیه که خدا منو دارم ما قبول نکنه. خدا امر از او شریعت، از او خشک مذهب برده بیرون که اما آزادانه خدا پرستش بکنیم و مو وجدان دارم وقتی یه چیزی دونم که کاری انجام دادرم بده، چون به مسیح ایمان بردم دی او کار بده انجام ندینم، اوتوماتیک دی خودم انجام ندینم، اوتوماتیک دروغ نگونم، اوتوماتیک سر مردمو کلان ننینم. این خداوند همه از درونت ابین بیرون آدم پر از محبت بنی، پر از آدمی بنی که دست بده دنی، دستی که خانی دست کسی بگیری. عیسی مسیح بوده خیلی به عیسی مسیح ایمان داشتن. عیسی مسیح بفرماست که وقتی در او دنیا نیگونه خداوند همو به نام تو شفا بدم، به نام تو دیوون از مردم بیرون بردم، به نام تو منونم خیلی کاران انجام بدم. خداوند عیسی مسیح گونه که مو شما نشناسنم. چرا گونه؟ برای اینکه مو در این زمین خدا گونه که مو وقتی تشنه بوم ما آبنده، مو وقتی زندانی بوم به ملاقاتم نمای، وقتی مریض بوم به ملاقاتم نمای، وقتی مو احتیاج داشتم کمکم ندی. گونه خداوند کی تو احتیاج داشتی، کی تو تشنه بی، کی تو زندانی بی که مون نمامتی وردی. خداوند گونه آره، اون موقعی که یکی از بندگانم در جای تشنه بود تو یک دونه لیوان آب بهش هنده، یعنی ما آبنده. اون موقعی که مو اسیر بوم در زندان بوم به ملاقاتم نمای، یعنی به ملاقات خودم نمای. اون موقعی که مو احتیاج داشتم که تو کمکم بکنی، برکتی به مو عدی هندهی، تینسی عدی ولی هندهی. اینه که خداوند گونه تو به هر آدمی که کمک بکنی این خیالی به مو کمک کردی. ببخشید. بس ما هر کاری کردیم انگار که به خداوند کمک کردیم، چون خدا خودش به فرماسی حرفانه. بس سعی بکنیم الان هر کسی که در ایران ایسا گونه مو گناهکارم، مگه مو کارهای زشتی که بودم، مگه تین خدا ما ببخش با این کارهای؟ آره خدا تا بخشنه، فقط باید زانو بزنی، قلب تو باز بکنی، بگی ای عیسی مسیح مو ای گناه بودم، ای گناه بودم، خداوند اصلا بما برای بخشیدن گناهی تو، خدایا ما ببخش، از این به بعدم تو در زندگی مو کار بکن، تو ما کنترل بکن، ما هدایت بکن. خداوند 100% هدایت کنه، حمایت کنه، به قلب تو وارد بنه، روی خداوند در تو ساکن بنه و تو بعدا خودت تینی وقتی کلام خونی خودت فهمنی که برای هر کسی، هر مریضی به نام عیسی مسیح دست بنی، دعا بکنی شفا پیدا کنه با ایمان کامل، نه که بگی نه. مثلا در عیسی مسیح در زاکون نماز صحبت کرد و سرکوب بوده، زاکون بوده آقا شما این قایق بنشین، بشین او طرف بعد موانم، ولی زاکون قایق نیشنن، شنن تو قایق، یک دوه اینن توفون بوده. اه چرا اینقدر توفون بود؟ با این وضع همه ماهیگیرای ماهر بود، توفانای و دریاچه شناختن، ولی توفون اینقدر زیاد بود ندونستن چی بکنن. در همون ساعت سبیده ده تاریکی بود، مثلا نزدیک های صبح بود، بعدین یه نفر روی آب را آمد ره، بودن این کسی را آمد ره، بعدین خداوند بودن نترسیم مام، منم مخو عیسی مسیح مام بود. ای خداوند پتروس این یک تا از شاگردان بود، مو تینم بم روی آب خداوندا بود. آره تینی بای روی آب، تونم تینی بای. پتروس چند قدمی از روی آب را بشو، ولی لغزشایی که خونیم، ترسایی که در بدن ما، نه شکایی که دانیم، طوفانای زندگی ما رو نگذنه که به خدا نگاه بکنیم. همیشه طرف راست و چپ ما رو نگاه کنیم، چون طوفانان همیشه بغل دست ما ایسه. اگه ما خدا رو نگاه کنیم، خدا رو دخونیم، بس باید ترسی از طوفانهای زندگی نداریم. سختی های روزگار هنه شنه، این همه سختی به ما
ولی وقتی با خدا راه شدی، خدا این سختین به حدی تی راحت کنه که با آسونی از این سختین بگذری. ای در متای 14:22 اون عیسی روی دریاچه راه میره. بعد کلام بخونم برای شما که چیزی که بودم. گونه پس از آنکه عیسی بر فراز تپه رفت تا به دعا بپردازه، شب فرا رسید و شاگردانش به دریاچه در دریاچه دوچار زحمت شدند، زیرا باد مخالف تند بود و قایق پیش نمی رفت. اما نزدیک ساعت 4 صبح عیسی در حالی که روی آب راه می رفت با آنان نزدیک شد. ایشان از ترس فریاد برآوردند چون گمان کردند که روی می بینند. اما عیسی بیدرنگ ایشان را صدا زد و گفت جرأت داشته باشید، من خودمم، خودم هستم، نترسید. پتروس جواب داد ای سرور، اگر حقیقتا شمایی دستور فرمایید من هم روی آب بیایم. عیسی فرمود بسیار خوب، بیا. پس پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاد، به طرف عیسی رفت. اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موجهای بلند را دید به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب. پس فریاد زد سرورم مرا نجات ده. وقتی چیزی که به خدا بسپردم، این شک و دودلی از خودم باید رها بکنم. وقتی شک و دودلی از خودم رها نکنم، باعث بنه که به اطراف خودم نگاه کنم. پتروس تا اون موقعی که به اطراف به موج نگاه کرده نیبو، به طرف عیسی مسیح شده و راحت راه شده و روی آب. همین که برگشته به طوفان نگاه بوده، فرو بشه زیر آب. بودو خدای ما دریاب. بس ما همیشه در زندگی همینیم، همیشه اینیم که وقتی چیزی به خدا سپرنیم قبول ندنیم، برای اینکه شیطان نگزنه ما قبول بکنیم. شیطان هر لحظه ایساکی تا از خدا دورا کنه، همیشه شیطان قنه تا از خدا دورا کنه. هر شک و دودلی در تو با وجود بره که تو نتونی با خدا را بشی. ایر پتروس هم همینجوری بود. عیسی مسیح نگونه خود چی شد؟ چی بابا که تو بوجه آب بین؟ چرا امادی بی الان دو سه قدم با مای خوبم با مای؟ چرا بوجه زیر آب؟ گونه توفونو نگاه کنی مای بترسیم. وقتی توفون نگاه کنی، وقتی خدا نگاه کردی، باعثی به طرف خدا بشی و نترسی. چیزی که در دست خدا بنای بودون ایمون بدر که خداوند تا جلو بینه و واقعا انجام دینه. وقتی به نام خداوند دعا کنی. سختی های روزگار همیشه هن، ولی ما اینقدر تو کشور ما ترس و بدبختی و بیچارگی بیش از حده، ما دی از خدا هم دی الان باور ندنیم، دی از همه چیز زده بویم، از دین و از خدا، و چون به نام خدا همه کار انجام دینیم. اما به نام خدا دروغ گونیم، به نام خدا نمیدونم سر مردم خنیم کلا بنیم، به نام خدا جیب مردم خن بزنیم، به نام خدا مردم اذیت بکنیم. ولی امروز مدونم ایرانین، شما واقعا قلبای بزرگی دنین. ایرانین هر وقتی که دست به دست هم بنن، ایمان دنم که پیروزن. امروز با این ایرانین دست به دست خدا بنین که خدا شما رو به جلو ببره. امروز بین واقعا با این خدایی که شما رو دعوت بوده که به طرف خودش بین با این خدا عهد ببندین و با این خدا همبستگی اعلام بکنین که این خدا شما رو بلند کنه. در خانواده سن اگه گرفتاری دنین، به نام عیسی مسیح دعا بکنین. ببین نگو که کفره، هیچ کفری وجود ندنه. این انجیل کلام خداونده و عیسی مسیح از طرف خداونده. ایمان بدنین که خدا عیسی مسیح سرده که من و تو از این بدبختی، از این لجنزار بیرون بایم تا خداوند ما رو نجات بده. مو یک شب که در دین دیگر عیسی هم بدن با من به عیسی مسیح ایمان بردم، باز مثلا دروغ گفتن مصلحتی گوتم، مثلا دروغ مصلحتی، مثلا فوش یک دوامی دنجی درشو این کار رو گودم. ولی یک شب خودم کتاب خوندم، خدا میده تو در گو خدایا واقعا مو، یعنی ما
پک آگودی از گناه، یعنی واقعا دیمو الان تینم بوم که خداوند نجات پیدا بودم، اینقدر توی افکارم بوم شب که به خواب بوشم بدیم که در حضور خداوند ایسام، در تخت خداوند که پر از نور بو، اصلا هیچ خدا من نیستم بینم، فقط نورتی نیستم بینم خداوند. همه کس بدیم ایسان اوره در روز قیامت خنن داوری بوم، منم یک تا ازشون ایسام در صف ایسام. نوبت برسه بمو، یه دفعه بدیم که یک دونه کاغذ به عرض 10 متر بگته بوده ای همه تی گناه. وقتی ایشون بدیم بودم ای خداوند بس من بود بهشت تو را ندنم، خدا بوده چره در بهشت مو را دنی، یک لیوان سفید، یا البته رنگی، یک لیوان سفید پر از خون عیسی مسیح بود بریخت روی گناهانم و بوده به خون عیسی مسیح تو بخشیده وای. وقتی از خواب بیرسم زانو بزیم بودم خدایا شکرت کنم، تو چقدر پر از محبتی، تو چقدر پر از رحمتی، چقدر بخشنده و مهربونی. واقعا این خدا که آدم لذت بنازش، خدایی که شبان ما ادوارم بودم شبان یک گله گوسفند، وقتی گوسفندون بین در سرا بچرونه یه دوار این یه برک مثلا زخمی بود یا گرگ خاصی بین بگیره، بعد چوبونه مثلا به ما بترسه گرگز اون زخمی بوده تو ده، شبان خوب اونه که اون پذیرایی بکنه برای خوب آگونه. ولی بعضی شبان چی گونن؟ شبان مثلا اونو گونه بابا ولش کن، ما حالا از یه بنیم میکولسه ببرم تا او این همه را پیاده میکولسه سنگینیه بکشم که اینو مثلا خوب آگونه، ولش کن الان اینو کباب زینیم دو سه نفره ایسایم خونیم برای خودمون. شبان زمینی اینه، ولی شبان آسمانی، شبان خوب اونه که وقتی بین بر زخمی بوای بنی خوش کولسه بگیره بر تا او رای که هم به مایسه 5 کیلومتر 10 کیلومتر هر چیزه بر اوره در آخور بنی اون زخمون مداوا بکنه، بشوره زخم همه دوا بزنه ببنده اون شفا بده اون کامل بکنه که او حیوان دوباره جره بون. ما فکر بگم برای ایسیم که در دست شبان اعظم خداوندیم عیسی مسیح. این عیسی مسیح که ما شفا دینه، نه گونه که ولش کنه بده اینو بگوشمه، نه او کسی که گونه ولش کنه بگوشمه، او که می بدن نخونه، او که می رابر نبنگه، رابری که بقا برای مو فدا نکنه خوش جونه، برای مو هیچ کاری انجام نده، اصلا بدردمو نخونه. رهبر میسی عیسی مسیح که به من خوش جون به خاطر مو بنه. وقتی کسی که جان خودش به خاطر گونه، عیسی مسیح گونه کسی مورد اعتماده که جان خودش برای خودش رفیق خوش دوست بنه. ما وقتی حرف سیدرم عمل منم باید همین بابون. از کارگردان عزیز خانم که اگه یک سرودی بونه سرودی را بکنیم که بعد بام دوباره به خدمت شما. بیروز جان Gostar
با درود دوباره، چون وقت خیلی کمه دیگه مطالب زیاده نمیتونم براتون زیاد بگم، ولی فقط اول اینو بذار بگم قبل از که هر چی صحبت بکنم. این تلویزیون شادی ببینین احتیاج داره که از طرف شما ملت عزیز کمک بشه، از طرف شما مهربانان عزیزان هموطنان ما که در مسیح هستین و هر کسی این برنامه ها رو میبینه خوشش میاد، خواهشن اگه دستتون میرسه کمک بکنیم به این تلویزیون شادی که ما بریم توی ماواره که برای ایرانی ها بیشتر مفید باشیم. هیچ کس هم نمیتونه ایران رو نجات بده بجز فقط عیسی مسیح میتونه ایران عوض بکنه. هیچ کس نمیتونه افکار ما رو عوض بکنه بجز عیسی مسیح. خواهشن اگه دست شما میرسه کمک بکنین، چون وقت زیاد ندارم به خاطر همون. لایجونین عزیز شما هم اگه اینین اگه تینین از هر جا تینین کمک بکنین به گیلونین عزیز به تلویزیون کمک بکنین. ما احتیاج داریم که با کمک شما بتونیم بشیم توی ماواره و برای مردم و برای نجات مردم که نجات ایرانه. ایرانین اگه نجات پیدا بکنن مو قول دینم شماره به نام عیسی مسیح، قول دینم شماره که خداوند ایران عوض کنه، ایران همون ایرانی بکنه که خواسته همه شما اینه بدونین. یه چند کلمه خونم خداحافظی کنم. گونه روز خداوند در دوم پتروس 3:2 گونه پیش از هر چیزی میخوام این مطلب را یادآوری کنم که در زمانهای آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که به هر کار نادرستی که به فکرشان میرسد دست زده حقیقت را به باد تمسخر خواهند گرفت و خواهند گفت مگر مسیح وعده نداده که باز خواهد گشت؟ پس او کجاست؟ اجداد ما نیز به همین امید بودند اما مردن و خبری نشد. دنیا از ابتدای پیدایش تا به حال هیچ فرقی نکرده است. ایشان عمدن نمیخوان این حقیقت را به یاد آورن که یک بار خدا جان را با طوفانی عظیم نابود ساخت، آن را هم مدتها بعد از آنها به فرمان خود آسمان و زمین را آفرید و از آب برای شکل دادن احاطه زمین استفاده کرد. اکنون نیز به فرمان خدا آسمان زمین باقی هستند تا در روز داوری با آتش نابود شوند، یعنی در همون روزی که بدکاران مجازات و هلاک خواهند شد. ولی ما ایمان داریم که ما ایرانین به عیسی مسیح ایمان آوریم تا بتونیم زندگی ما عوض آبون. امروز خانم به نام عیسی مسیح دعا کنم برای شما هموطنان عزیز. امروز باید به عیسی مسیح ایمان بریم، بگین ای خداوند من امروز گناه هر گناهی بودم هر بدی بودم ما ببخش و به خاطر خداوند تبخشنه و به خاطر خونی که برای تو بریخته تبخشنه و تن نجات دینه. امروز در قلباتون رو باز کنین تا خداوند وارد خانه شما به اون خانه وارد قلب شما بمون و برکات آسمانی از اون روز به بعد ببینین. نگاه بکنین مشکلات هن نه، همه جا مشکلات هن نه، ولی به نام عیسی مسیح وقتی دعا کنیم مشکل با آسانی پیش شنه. ایمون بداریم که روزی خداوند ما رو نجات دینه و کشور ما رو دوباره همون کشوری کنه که ما خواست ما ایسه و دوستنی موجودی ببون. خواست اراده خداوند هم همینه. در ارمیای 49 بوده روزی تخت پادشاهی خود را در ایران برقرار خواهم کرد. ایمان داریم که اون روز دیر نه و اون روزون به زودی زودنه. مرسی همه شما رو دوستنم. تا برنامه دیگر خداوند شکر کنم. تا برنامه دیگر بدرود.